همان گونه که همه در حوزه زبان فارسی میدانند، شما به پارسیگویی در نوشتار و گفتار آوازه بسیار دارید. میخواستم بپرسم که آیا این پارسی پردازی به 100% هست در گفتار و نوشتار شما، یا این که درصد کوچک و کم از زبان بیگانه یا واژگان ناپارسی هم بهره میگیرید؟ و این پارسی گرایی آیا در جهان پیشرو شدنی هست؟ در پاسخ به پرسش شما که پرسشی است نیک، برای من آشنا چون بارها بدان پاسخ داده ام، اون چه میتوانم گفت این است که زبان پارسی به برهان و دانشورانه میگویم، نه از سر شیفتگی بدین زبان، یکی از توانمندترین زبانهای جهان است در سامانه واژه‌سازی. این سامانه از نگاهی فراخ اگر بنگریم بیکران است، مرزی ندارد، زیرا شما در زبان پارسی به آسانی می توانید واژه نو پدید بیاورید. تنها بسنده است که دو یا گاه چند واژه را در کنار هم بنهید، اون واژه نو فرادست بیاید. تنها یک نمونه فراگیر می آورم. اگر شما فرهنگی از واژه هایی که در این زبان پارسی یا زبان دری یا در نام دیگر آن زبان پارسی دری فراهم بیاورید که با سر و دست و پا ساخته شده است، خود فرهنگی گرانسنگ خواهد شد. این نشانه توانمندی زبان پارسی است در ساختن واژه‌هایی که بدانها نیاز دارد. ناتوانی، کمی، کاستی، فروماندگی به زبان پارسی باز نمی‌گردد، باز می‌گردد به پارسی زبانان که این زبان را اونچنان که می‌سازد و می‌شاید نمی شناسند، نقضی ها، نازکی ها، توانمندی های آن را هنوز به درستی در نیافته اند. اما پاره ای از سر خامندیشی، نادانی یا به بیداد می توانم گفت، کاستی و کمی خیش را به زبان پارسی باز می خوانند. شما هر گرایه‌ای در زبان پارسی داشته باشید، با اون گرایه هم می توانید واژه بسازید. اما پیداست اگر ما بخواهیم واژه‌های پارسی را به کار بگیریم، در پیان باشیم که این واژه‌هایی که می سازیم واژه های ناب و نژاده باشد، کار بر ما آسان‌تر است. پس میتوان پارسیگرا بود و در گفتار و نوشتار هم در نماند. اما سخنی که من میبایدم گفت در پیوند با این پاسخ، در اون بخشی که شما پرسیدید که آیا من سرگرایم، گفتنی آن است که بارها پاسخ دادم، گفتم نه، من سرگرا نیستم.
سر گرا بدین معنی که واژه پارسی را تنها از آن دید که پارسی است به کار ببرم. من پیش از آن که پارسی گرای باشم سخن سنجم، ساختار آوایی و آهنگین واژه در چشم من ارزش بسیار دارد. درست است که واژه های پارسی در شماری بسیار واژه هایی اند سوده، ساده، هموار، گوشنواز، خونیایی میتوانم گفت، اما گاه اندک پیش می آید که من می بینم عنوان واژه، واژه‌ای که از زبان دیگر به پارسی در آمده است، از این دید هموارتر است از زبان، از واژه‌ای که در زبان پارسی می توانم ساخت یا به کار می توانم برد. اونجاست که من اون وام واژه را به کار می گیرم. نمونه ای بیاورم برای شما، نمونه ای بسیار آشنا. واژه‌ای که من فراوان به کار می گیرم واژه معنی است. واژه معنی دست کم در ریخت واژه تازی است. این که میگویم در ریخت از آنجاست که کسانی میانگارند این واژه در بن واژه ایرانی است، با مینو در پیوند است. اما معنی خب از عنایت گرفته شده است به معنی آن چیزی است که کسی بدان اندیشیده است، پرداخته است. در زبان تازی اسم مفعول است و اسم مکان و اسم زمان و از این گونه. ما چند واژه داریم در زبان پارسی که می تواند برابر بیفتد با معنی. یکی که در این روزها کاربردی بیشتر یافته است، دیگران به کار می برند نه من، واژه چم است. اما من معنی را از چم خوشتر می دارم. این را هم بیفزایم در پایان این پاسخ که شما مردمان افغانستان زودتر، آسانتر می توانید واژه های ناب و نژاده پارسی را هم از نوشته ها و سروده های کهن برگزینید، به کار ببرید، هم اگر نیاز بود بسازید. زیر زبان پارسی یا دری افغانستان خوشبختانه می بایدم گفت نابتر و نژاده مانده است از اون زبان دری یا پارسی که ما در ایران به کار می بریم. من نگاهی که رسانه های شما را میبینم یا میشنوم، پوست باز کرده بگویم، اندوهناک میشوم، دریغ میبرم، زیرا میبینم شما هم در دامی افتاده اید که اگر این دام تنگ بشود به دشواری از آن میتوانید به در آمد و رست. اون هم فرنگی گرایی است. در برابر واژه های بسیار زیبا و چشم دلنواز
پارسی، حتی میتوانم گفت چشم نواز نیز، چون در دبیره هم خوش نوشته میشود، واژه های درشت و دشوار و ناهموار و ناشناخته بیگانه را به کار میبرید. بر رسانه هاست که مردم را به راه بیاورند، از افتادن در این دام باز دارند. من همواره گفتم تا کنون اختیار من نبوده است که به افغانستان بیایم، با اینکه بسیار خوش می‌دارم که به این سرزمین باستانی، سرزمین فرهنگی که بخشی گرامی گرانمایه از اون سرزمین پهناوری است که همه ما شهروندان آن هستیم، اون ایران تاریخی، ایران فرهنگی، ایرانی که در شاهنامه بازتاب یافته است. از همین روی دریغی است که هنوز دارم که چرا نتوانستم به دیدار این سرزمین بیایم. دوستان افغانی من بارها گفتند که دیدنی هایی در اونجاست که بسیار مرا خوش می افتد. هنگامی که از اونها سخن گفتند، من نمی توانم بگویم شادمان شدم، به سرمستی رسیدم. دوستی می گفت که هنوز خانقاه پیر بلخ مولانا جلال الدین در شهرکی که به نام بلخ هنوز در افغانستان هست برجاست. موی بر تن من از شنیدن این سخن افراشته شد. می گفت هنوز یادگارها و مانده های آتشکده نوشازر بلخ هم بر جای است. این همین سرمایه های سترگ بیمانند، آنها سرمایه های برونیست، پیکرینه، دیداری. واژه ها سرمایه های درونی هند. همه را باید پاس داشت. چند بار خوشبختانه توانستم به تاجیکستان بروم. این رفتنها، سفرها همه فرهنگی بود برای سخنرانی. که در یکی از این سفرها، گویا نخستین هم بود، جوانی از فرودگاه با من همراه شد. دو هفته ای را که در دوشنبه میماندیم، از بام تا شام با من یار میشد به هر جایی که میرفتم. جوانی بود میانگارم هم نام یکی از دستندرکاران این رسانه، خیراندیش. در اون زمان دانشجو بود. در سفرهای سپسین که من از او یاد کردم، گفتم در کجاست؟ گفتند که در یکی از شهرستانها در دانشگاه درس میگوید. بسیار شادمان شدم. زمانی بود که تاجیکستان در آتش جنگهای شهری میسوخت. روزی شکفته شادمان به سوی من شتافت، گفت که دیوانچه من بزودی می براید. این جمله به راستی مرا سرمست کرد. مرا برد به ژرفاهای تاریخ و فرهنگ ایران و زبان پارسی. پنداشتم که رودکی است که با من سخن میگوید یا فردوسی است. همواره نمونه می آورم این سخن را. و از این نمونه ها در کشورهای ما بسیار است. میخواستم به ادامه
پرسشی که مطرح شد و شما به نیکویی جواب دادید. در افغانستان زبان فارسی سرگذشت دیگری دارد و در افغانستان کسانی مانند استاد واصف باختری که هنوز در قید حیات هستند و استاد زریاب که اخیراً به تازگی درگذشتند کارهای بسیار ماندگاری در بهسازی و سرسازی زبان پارسی انجام دادند و حتی در گذشته فرهنگی گویا ساخته شده بود برابر نهاد با فرهنگ‌های مشهوری که در ایران منتشر شده بود، ولی در ایران انگار جناب استاد توجه به زبان پارسی در میان نویسندگان ایران دست کم در 40 سال اخیر انگار کمتر دیده می شده. بجز شما که آوازه بسیار دارید و جناب استاد محمود دولت آبادی در برخی از کتابهایشان به این بخش گنجینه زبان پارسی توجه دارند، انگار در زبان رسمی ایران کمتر توجه و پرهیز از واژگان ناپارسی وجود دارد. آیا این سخن درست است؟ این سخن از دیدی درست است، اما هنگامی می توانیم اون را درست بدانیم که به گروه های ویژه بیندیشیم. اگر فراخ بنگریم، من برانم که اندیشیدن به زبان پارسی امروز در ایران بیش از هر زمان دیگری ژرفا و نیرو گرفته است. تا بدونجا که میتوانم گفت گونه پرسمان روزانه شده است. شاید نویسندگانی هستند که این پروا را اونشان که باید ندارند، یا سخنورانی، یا شاید پاره ای از رسانه ها. اما مردم امروز بدان می اندیشند که به پارسی بگرایند، حتی کسانی که دانش آموخته نیستند. من هر روز این پدیده فرهنگی را می بینم و می آزمایم. به شیوه های گوناگون با من درباره واژه های پارسی سخن می گویند. نوشتاری، گفتاری که برابر پارسی فلان واژه چیست؟ این نشانه آن است که گرایش به زبان پارسی، تلاش در پارسی سخن گفتن، پارسی نوشتن فراگیر شده است در ایران. حتی ما نمود این تلاش را در رسانه های ایرانی هم میبینیم، هرچند این رسانه ها پروایی سامانمند به پارسی گرایی ندارند. این زبان، نمیخواهم درباره زبان پارسی سخن بگویم، وگرنه مثنوی 70 من کاغذ خواهد شد بر پایه اون داستان که شاید شما هم به کار میبرید. اما زبان پارسی همواره در درازنای تاریخ ایران، ایران نو، ایران پس از اسلام، رشته پیوند بوده است در میانه تیره های گوناگون ایرانی، چه آنان که در ایران میزیند، چه آنان که در کشورهای دیگر میزیند، کشورهایی که در جغرافیای سیاسی دیگرند اما در جغرافیای فرهنگی و تاریخی بخشی از اون سرزمین سترگ ستوده پهناورند که جهانشاهی فرهنگی ایرانی
بر آن چیره است. این جهان شاهی در گونه خود هم در جهان هم در تاریخ بیمانند است. شاید کسانی بگویند خوب زبان انگلیسی هم چنین است. نمیدانم میخواهید به این زمینه بپردازم یا خوشتر میدارید؟ میخواستم جناب استاد که به ادامه پرسش حوزه های زبان پارسی در افغانستان، تاجیکستان و سمرقند و بخارا و جاهای دیگر یاد بکنم. شما دیدم که در مورد سابقه نام غزنه سخنی داشتید، در مورد بامیان و کابلستان به فعل پیشتر اشاره کردید که گفت دیوانچه من می براید. این فعل در افغانستان در زندگی روزمره در زبان روز کاربرد دارد. به جای می بر می آیم یا در می آیم، می برایم یا می درایم گفته میشه. اگر این تک پاره های جدا از هم حداقل از دست کم از خود نخبگان یه حوزه بتوانند فرهنگستان مشترک یا نهادی مشترک ایجاد بکنن که جایگزینی در برابر واژگان ناپارسی و بیگانه به صورت یگانه و مشترک پرداخته بشه، جای آن هست؟ بیگمان جای چنین فرهنگستانی هنوز توهی مانده است. میباید اون را درآکند، زیرا این فرهنگستان میتواند در قلم روی گسترده تر سودمند و کارآمد بیفتد. من در چند سخنرانی در ایران، شاید در دیگر کشورهای از دید من ایرانی، خواست من همان ایران فرهنگی است، پیشنهاد دادم که ما گونه ای همپیمانی در میانه کشورهایی که در این قلمرو پهناور جای دارند پدید بیاوریم، از گونه همپیمانی اروپایی، زیرا که همه ما هموندان یک دودمانیم. درست است که پراکنده شده ایم در جغرافیای گسترده، اما پیشینه یکسان داریم. بسیاری به زبان یکسان سخن میگوییم. کسانی هم که به زبانهای دیگر سخن میگویند یا اون زبانها از خانواده زبانهای ایرانی هند یا اگر زبانی دیگر باشند، بستر فرهنگی اون زبان هنوز ایرانی است. قلم رو ایران فرهنگی حتی گسترده تر از ایران تاریخی است. ما در این قلم رو به سرزمین های باز میخوریم که هرگز بخشی از ایران تاریخی هم نبوده اند. نه در ایران هخامنشی، نه در ایران ساسانی، نه در ایران اشکانی بخشی از ایران تاریخی و سیاسی شمرده نمی شده اند. اما از دید فرهنگی پاره ای از ایران اند. بگذارید این را هم بگویم برای شما. یک بار گفت از من پرسیدند برترین نماد فرهنگ ایران چیست؟ من گفتم برترین نماد در این روزگار من میانگارم نوروز است. نوروز را در سرزمین های امروز بر میگذارند که هرگز بخشی نه از ایران تاریخی بودند، خب پیداست نه از ایران کنونی، نه از ایران همزبان. چنین
همپیمانی یا چنین نهادی فرهنگی از همین روی بسیار میتواند کارساز باشه. بله. و نوروز اشاره کردید آیین‌های مربوط این حوزه فرهنگی مانند نوروز، جشن سده، یلدا و سایر این آیین‌ها چقدر به چی پیمانه می شود خوشبین بود در جهان امروزی که انسان درگیری های دیگری دارد. هرچند ما در افغانستان رسانه ما نوروز هست و سعی می کنیم بپردازیم به این آیین ها و مشترکات فرهنگی که به گفته شما در میان بسیاری از کشورهای ناپارسی زبان حتی هست. بگذارید من بی هیچ پرده و پروا، بی هیچ درنگ و دریغ به شما بگویم که می انگارم آینده جهان در پیوند خواهد بود با فرهنگ ایرانی. این را بر پایه نشانه های می گویم که از هم اکنون آشکار شده است. اگر باریک بنگریم، جهان ما جهانی است که مرزهای بازدارنده در آن فرو ریخته اند، از میان رفته اند. رسانه ها اونها را از میان برداشتند، هرچند آسیب های فراوان هم در پی آورده اند، زیرا از رسانه اونچان که باید بهره برده نشده است. اما به هر روی امروز ما اونچان که اون مارشال کانادایی چند سال پیش گفت، مکلوهان به دهکده خرد فرو کاسته است. در دهکده همه یکدیگر را می شناسند. شما از یک سوی ده اگر بانگی برآورید، در اون سوی دیگر شنیده می شود. جهان ما به راستی چنین است. من هم اکنون در ایران در خانه خود بانگی برمی آورم، سخنی میگویم، شما در افغانستان، لا نمیدونم در کابل هستید یا در هرات، اون رو میشنوید. خب براستی دهکده است. اگر جهان با ایران بیگانه است، از اونجاست که ایران را نمیشناسند. ایران فرهنگی، ایران فرهنگی، آری. خوش می‌دارم این نکته را هم با شما در میان بگذارم. چند سال پیش من سخنی می‌راندم در مسکو. انبوهی از ایران شناسان در اون همایش گرد آمده بودند. خوب، همه پارسی هم می دانستند، چون ایران شناسی در روسیه می دانید بسیار گسترده است و پیشینه کهن دارد. شاید از این روی که بسیاری از تیره هایی که در اون سرزمین می زیند در بن ایرانی هند. از من خواستند سخنی برانم. من سخت کوتاه سخن گفتم. گفتم من چونان ایرانی از همه شما سپاسگزارم، از بن جان، که به ایران می اندیشید، به ایران می پردازید، ایران رو می خواهید به نیکی بشناسید تا به دیگران اون را بشناسانید. اما بگذارید راست و روشن بی هیچ پرده بگویم که شما سپاسی بر ایران ندارید، زیرا اگر به ایران پرداخته اید به پاس
دلبستگیتان به این سرزمین، به این فرهنگ بوده است. ایران دلرباست. هر که با آن آشنا می شود به ناچار حتی بر کامه خود به آن دل می بازد. از شما سپاسگزارم، اما این را هم می گویم که سپاسی بر ایران ندارید. داستان این است. یکی از برترین چهره ها در کشوری فرهنگی مانند فرانسه که کسانی اون را فرهنگی ترین کشور اروپا می دانند، هانری کوربن، برترین سالیان زندگانی خود را در کار آن کرده است. چندین بار به ایران آمده است که سرگذشت اندیشه و جهانبینی آینی ایران را نشان بدهد. دستاورد این پژوهش دشوار دیرزیاز چند پوشینه کتاب است. کتاب‌های گران سنگ در گونه خود بی همانند که اون را آن اسلام ایرانیان نامیده است، در جهان اسلام ایرانی. خب چرا چنین مردی بزرگ به بزرگان سرزمین خود نپرداخته است؟ نمونه های دیگر از این دست میتونم. و طبیعی است که البته دامنه این پرسشی که میخواهم بکنم بسیار دراز دامن هست. سیاست و قدرت هم نقش اثرگذاری بر زبان فارسی در گوشه های مختلف این گستره داشته است. از این دید شما اگر فشرده چیزی بگویید، چون پرسش های ما بسیار است و شما را هر بار نمیتوانیم که داشته باشیم با خود. خب پاسخ این پرسش من میانگارم از پیش روشن است، زیرا به هر روی کسانی که سر رشته ها را در دست دارند در ساماندهی و راینوری و به زبان کنونی مدیریت در هر رده ای، در هر زمینه ای، در آنچه در بخش های دیگر انجام میگیرد کارسازند، اثرگذارند، زیرا که سامانده آنانند. اما این را هم من شایسته میدانم بیافزایم که نیروی فرهنگ ایرانی آنچنان بوده است که حتی در روزگارانی که کسانی مانند مغولان، تیموریان، تازیان بر ایران، همچنان ایران پهناور فرهنگی را، تاریخی را میخواه، فرمان رانده اند، نه تنها ایرانی نبوده اند، با ایران شاید بر سر ستیز هم شمرده میشده اند، سرانجام ناچار بوده اند که چیرگی ایران را، چیرگی فرهنگی، اندیشه ای، شهرآینی ایران را بپذیرند. بله.
و به گفته یک از شاعران هموطن و همشهری ما، روزگاری در این وطن حتی مغولان پارسی زبان شدند. آفرین بر شما. شما ببینید ما از مغولان، از پسینیان تیمور که ما در شهر هرات زندگی میکنیم و میدانید که شاهرخ تیموری از هرات یکی از شکوفانترین درخشانترین کانونهای فرهنگ ایرانی را پدید آورد. او از پسینیان تیموری بود که از کاسه های سر ایرانیانی که کشته بود گلدسته می ساخت، مناره می ساخت. چه نیرویی از اون همه بی فرهنگی این مایه فرهنگ ساخته است، فرهنگ ایرانی. و دورنمای روشنی از زبان پارسی و آیین‌های وابسته به این فرهنگ و تمدن در نظر شما هست. امیدوار هستیم که گنجینه های پاره های این گنجینه بزرگ که در افغانستان و سایر کشورهای فارسی زبان هست بتواند در یک همبستگی، در یک نهاد مشترک، کار مشترک و یگانه فرهنگی به ویژه در عرصه زبانی صورت بگیره. و این کار بیشتر کار نخبگان هست یا کار اهل ساستار و سیاست و مدیریت به گفته شما؟ خوب، کار هر دو گروه هست. گزیدگان، فرهیختگان، سرآمدگان باید بیاغازند، کار را اونچنان پیش ببرند که راینوران و ساماندهان و سررشته داران بگیروند و در آغاز بگرایند به خواسته آنان. این کاری است که ما ایرانیان در درازنای تاریخ خیش کردیم. اون نمونه‌ای که من آوردم برجسته ترین نمونه بود که از نیرانی کینجوی تیر دل بدخواه خونریز فرهنگ سوز، فرهنگ آفرین، فرهیخته، دلبسته فرهنگ و شهرآیینی ایرانی پدید آمد. و یک پرسشی که این لحظه به ذهنم رسید، شما کراوات بسته اید. این کراوات به قول شما ایرانی ها نمای کراوات یا بستن کراوات یا واژه کراوات در فرهنگ ایرانی ریشه و پیشینه داره؟ انگاره ای هست که کراوات پیوندی با تاریخ و فرهنگ ایران دارد. شما می دانید کراوات از واژه کروات ستانده شده است. کروات هم به معنی کسی است که در کرواسی است، وابسته به کرواسی است. گفته می شود که چون مردمان کرواسی جنگاور و دلیر و بیباک بوده اند، در کشورهای اروپایی به مزد گرفته می شده اند برای سپاهیگری یا برای تنبانی. تنبان را من به جای بادیگارد انگلیسی به کار می برم.
در شماره بسیار در تنپوش این مردم آویزه ای بوده است که اندک اندک گسترش و روایی می‌یابد به نام این مردم کراوات نامیده می‌شود. سپاس. آیا بله بفرمایید. پاسخ پایان نگرفت چون من هنوز نگفتم که چه پیوندی با ایران دارد. این انگاره هم هست که مردم کرواسی هم بدان گرایانند که کروات ها یکی از تیره های ایرانی هند. از خراسان بزرگ روزگاری کوچیده اند و به این سرزمین رفته اند. حتی کسی بران رفته است که از هرات شما بوده اند این مردم. انگاشته است که کروات ریختیست از هروات به معنی هروی. هریوه نام کهن‌تر این شهر هریوه بوده است، یعنی ریختی که در گذشته به کار می رفته است. گفتم انگار است، اما انگاره است که شایسته درنگ و بررسی است. در تن پوش هخامنشیان هم بر پایه نشانه هایی که به یادگار مانده است زیورینه ای هست، گردناویزی که نشان می دهد شاید این زیور جامع پیشینه ای تاریخی هم داشته باشد. بله و خیلی عالی پرداختین به این سوالی که آنی در ذهن ما آمد. آیا در این سالها که از پژوهشگران خیلی بزرگ و پرآوازه هستید متنی، کتابی، شعری، نثری از افغانستان هم به چشم شما خورده است؟ اگر خواست شما نوشته های کهن است پیدا نه معاصر، یعنی ادبیات یا زبان نوشتاری افغانستان یا کتاب های منتشر شده یا رسانه های نوشتاری ما به شما رسیده است که اگر نرسیده باشد دریغی بسیار هست به ما؟ به دریغ باید بگویم اندک، حتی کمتر از اون چه از تاجیکان من خواندم، هرچند دبیره آنان دیگر است. برای خود من هم این ناآشنایی زیانبار است و اندوهنگیز، اما شاید خواستگاهان این است که اون پیوندهایی را که بایسته این دست یافت و این آشنایی است من نداشتم. به شما گفتم که چندین بار به تاجیکستان سفر کردم، دوستانی در اونجا دارم که با من در پیوندند، اما با افغانستان این چنین نبوده است. چند بار هم زمینه فراهم شد، اما از آن روی که شهری که می‌خواستیم بدان بیاییم برای اون همایشی که برگزار می‌شد آرامش نداشت، برا شفته بود، تن در زدم به پافشاری خانواده که مرا باز می داشتند. اون ناآرامی ها هم انگیزه دیگری بوده است که
ما نتوانیم بدان سان که می خواهیم با این سرزمین گرامی دلاویز تاسخیز در پیوند باشیم. تاسخیز رو من به جای نوستالژی که فرنگی به کار میبرم. و افغانستان شیفته حضور شما هست، ما بیشتر تلاش میورزیم که شما باری در افغانستان و در هرات، در بلخ، در بامیان، در پنشیر، در کابلستان، در هر جای افغانستان حضور داشته باشید و با این گنجینه مشترک از نزدیک آشنا بشوید. کم کم به آخر برنامه میرسیم. در مورد زبان فارسی و توجه ویژه شما، گاهی از سر طنز توجه شده در ایران و این هم نشان میده که چقدر جدی و اثرگذار بوده. یادم هست در سالهای دهه 70 آقای مدیری یک شخصیت پرداخته بود. آیا این شخصیت نزدیک، یعنی بهره گرفته بود از شخصیت شما؟ من پاسخ روشن برای این پرسش ندارم، باید از خود او پرسید. در اون زمان هم کسانی در این باره از من پرسیدند، من همین پاسخ را دادم. اما اون چه شما گفتید بسیار هوشمندانه بود. حتی یکی گمان می برد که من آزرد دل و خشمگین خواهم شد از این کاری که انجام شده است. من به او گفتم نه، این مایه شادمانی من است، چون نشانه ایست ناب و نقض از این که این دیدگاه، این گرایه، این خیزش، هرچه بنامیمش، اونچنان در میان مردم کارگر افتاده است که دستمایه شوخی شده است. شوخی های به گوش من هم میرسد که در اونها به شیوه سخن گفتن من نازوکندیشان، نغزگویان پرداختند. من همواره از شنیدنشان دلخوش، شادمان می شوم. چونان فرجامی شاید فرخ بر این گفت و شنود، یکی را می خواهم نمونوار بر زبان برانم. این نقزه ها را، نقزه را من گاهی به جای بزله به کار میبرم، به یاد نمی سپارم، اما این یک در یاد من مانده است به پاس ساختار کهن واژگانی آن. از یکی از همکاران دانشگاهی شنیدم که می گفت کسی به سلمانی رفت، به استاد آرایشگر گفت زلفکان مرا به گونه ای به پیرای که باد به نیفشاندش. این ساختار کهن چون دلپذیر من افتاد، این شوخی در یادم مانده است. و حتی جایگزین های در آن سالها در ایران سر زبانهای مردم بود که به پیروی از شما شاید ساخته شده بود، مثل برابر نهادی در برابر همبرگر و پیتزا که بسیار مشهور شده بود به طنز کش لقمه و دراز لقمه. فکر میکنم مردم از سر بزله یا اینا ساخته بودن و این اثرگذاری این توجه را میرسند. به هر حال وقتش گرانبهای شما بر ما ارزشمند هست و امیدوار هستیم که این آغازی برای حضور و آشنایی بیشتر شما با افغانستان، با پاره تن خراسان دیروز باشه و ما در افغانستان خوشتر می‌داریم که خراسان گفته شود، آن ایران قدیم یا ایران فرهنگی، و شاهد حضور شما باشیم.
سخن پایانی را از شما میشنویم. خب اگر خراسان بگوییم همه ایران را به ناچار پیش چشم نخواهیم داشت، چون یکی از سرزمین های ایرانی خراسان است. اما این نکته را باید بیفزایم که اون دو برابر نهادهی که شما یاد کردید از من نیست. تأکید کردم که از شما نیست. این را برایند توجه شما و دید طنزآمیز مردم ایران بود، متوجه هستم. خیلی خوب، سخن پایانی من این است که هم بر این نکته انگشت بنهم که مایه شادمانی من است که توانستم روباروی با مردم افغانستان به پای مردی شما و این تورینه ای که سامان داده اید سخن بگویم. افغانستان برای من به ویژه اونچان که گفتم سرزمینی است شورانگیز، تاسخیز. از یزدان دادار به آرزو میخواهم که هم این سرزمین هم مردم آن که ایرانیانی ناب و نژاده اند بتوانند در آرامش و آشتی بزیند، از زمان ارزشمند بهره ای ببرند که مایه سازندگی، مایه پیشرفت، مایه آبادانی، مایه پرداختن به یادگارهای نیاکانی باشد. اون زمان افغانستان همان خواهد بود که می سزد و می باید بود. بدرود. بسیار سپاسگزار شما هستیم. امیدوار هستیم که این آغاز روشن ساختن چراغ رابطه باشد به قول فروغ فرخزاد و شاهد حضور مجازی و حضور فیزیکی شما در این پاره تن خراسان باشیم.